شما بخیر باشه دوستان عزیزم. آقای تشکر فراموش کردن که بخش مختلف برنامه رو خدمتتون بگن. من با افتخار این کار رو انجام میدم. امروز خانم دکتر مشیری، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی، در برنامه حضور دارن و در مورد دوران یائسگی صحبت خواهند کرد. اگر در این مورد سوالی دارید حتما بپرسید. در بخش هنری خانم خوشبخت حضور دارند با آموزش سرمه‌دوزی. جناب آقای انصاری کارشناس مواد غذایی هم انشالله در وقت خودش کنار شما خواهند بود و جناب آقای دکتر بابا مرادی، مشاور خانواده، که در مورد روش درست فرزند پروری با شما عزیزان گفتگو خواهند کرد. اما اینجا در این بخش آشپزخانه که امروز خانم بخشی قرار خورشت آلو مسما رو بهمون آموزش بدن. با ایشون سلام و احوالپرسی داشتم، اما به رسم احترام و ادب در مقابل شما دوستان عزیز بیننده دوباره به خانم بخشی عزیزم سلام میگم. خانم عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن و عصر خوبی رو در پیش داشته باشن. امروز در خدمت عزیزان هستیم با خورشت مرغ آلو مسما. خیلی عالی. یه خورشت سنتی ایرانی و فوق‌العاده خوشمزه. حالا چون طعمش ملس میشه همه دوست اغلب دوست دارن، حالا همه رو جمع نکنید. مخصوصاً که این خورشت جزو خورشت‌های سنتی ایران هست که یه مقدار کم رنگ شده سر سفره‌های ایرانی و ما امروز تصمیم گرفتیم که این خورشت آموزش بدیم تا دوباره برگرده به سفره‌های خانواده. خانم بخشی عزیز، من می‌خوام ازتون یه خواهش کنم، یه کمی تغییر بدیم تو سبک همیشگی برنامه‌مون. شما مواد اولیه رو بگین دوستان، چون دارم نگاه می‌کنم مواد اولیه خاصی نیست که شاید حالا اغلب منازل داشته باشن. دوستان یه تمرکزی داشته باشن که برنامه‌ریزی کنن، بعد ما در یه بخش میایم این آموزش رو کامل از شما می‌شنویم. خوبه؟ یه تغییر خود تحول همیشه خوبه دیگه. بفرمایید. امروز ما برای درست کردن این خورشتمون نیاز به مرغ داریم. 4 تیکه مرغ هستش که 2 تیکه سینه مرغ رو داریم استفاده میکنیم و 2 تیکه رون مرغ رو که با نمک و فلفل مزه دارش کردیم. 150 گرم آلو بخارا داریم که برای کار استفاده میکنیم. پیاز داریم یک عدد تفت داده شده. فیله لیموی تازه رو میخوایم استفاده کنیم داخل خورشت. 2 تیکه چوب دارچین و 10 گرم جعفری داریم. 2 قاشق سوپخوری رو به گوجه فرنگی، خلال بادوم داریم که 1/4 پیمانه استفاده می‌کنیم، پودر گل محمدی 1 قاشق سوپخوری، نمک و فلفل و زردچوبه داریم که به میزان لازم استفاده می‌کنیم، زعفران داریم 1 قاشق سوپخوری و روغن مایه که داخل کار استفاده میشه. خیلی خوب. خب شما مرغ رو مزه‌دار کردین درسته؟ بله، مرغ رو با نمک و فلفل مزه‌دارش کردیم، گذاشتیم که نمک به خوردش بره و همینطور فلفل که عزیزان میتونن این مواد آماده کنن. حتی امشب شامشون رو همراه میشه به همین سرعت آماده کرد دیگه. خورشت خیلی راحتی هم هست و سریع میپزه و حتی امشب میتونن برای شامشون این خورشت رو داشته باشن. پس دوستان تا میرن و اگه البته تمایل داشتن مواد اولیه رو آماده میکنن، ما بریم بخش دیگه از برنامه رو ببینیم. دوباره خدمت شما خواهیم آمد. این آموزش از شما یاد خواهیم گرفت. ممنونم، متشکرم از شما. خیلی ممنونم که به 10513 سامانه پیامکی برنامه پیامک می‌زنید. اتفاقا در مورد قضاوت هم دارین شما اظهار نظر می‌کنید. شما هم تجربیاتتون بگید که آیا شده تو مسیر زندگی بعضی وقت‌ها قضاوت‌های نابجا کرده باشید و بعد چگونه سعی کردید اون رابطه‌ای که خدشه‌دار شده رو ترمیم کنید. این تجربه خوب شما میتونه برای خیلی از ماها مفید و مؤثر باشه. بخشی از برنامه رو تقدیم شما میکنیم. سبک و روش فرزند پروری یکی از دغدغه هایی است که هر پدر و مادری در مسیر والدی خودش همواره و همیشه داره، که امروز آقای تشکر در قالب گفتگویی با آقای دکتر بابا مرادی تقدیم شما خواهند کرد.